با سلام، آرزو هستم از فالکدی آرزو. امروز هم رسیدم خدمت شما نازنینان، خانم آقایون بزرگواری که همیشه بنده را همراهی کردین و من همیشه قدردان محبت های تک تک شما نازنینان بودم و هستم و خواهم بود. عید رو به شما تبریک میگم. انشالله که سال جدید سال پر برکت، پر روزی باشه برای شمایی که در هر کجای این کاری خاکی که زندگی میکنین، انشالله که تک تکتون به مراد دلتون برسین. آرامش، آسایش، امنیت، دل شاد، جیب پرپور، سلامتی، خوشبختی، ازدواج، کار، هر آنچه که نیتش، فرزند، هر آنچه که نیت شماست، چه اجتماعی، چه احساسی، چه کاری، هر چه که نیتتونه، تک تکتون به مراد دلتون برسیم. با آرزوی بهترین ها برای شما فالمون رو با نام خدای مهربون شروع میکنیم. لطفا نیت کنیم با تک تک میخوام براتون شروع کنم. بفرماییم. بسم الله. انشالله که جواب نیتتون رو تک تکتون بگیریم. با نام خدا شروع کنیم. بسم الله. لطفا نیت کنیم. خانم آقایون بزرگوار. بسم الله. پر از خبرهای خوب براتون دارم، اخبار خوش، اخباری که تک تکتون انشالله شاد میشین به امید خدا انشالله. چرا که نه، چون شما لایق بهترین ها هستین. خب پس کلی براتون تفسیر میکنم. اول از این که خودتون قصد ازدواج دارین، یکی از اعضای خانوادتون، انشالله که به زودی خبر ازدواج خودتون به گوش همه میرسه. خانم آقایون نازنینی که قصد ازدواج دارین، یا اینکه یکی از دل زندگیتون میخواد بره بیرون، یا به زودی خبر خوش ازدواجی به گوشتون میرسه که قلبا شما رو شادتون میکنه. خانمای نازنین، دوستان، خانمایی که قصد ازدواج دارین، چون کنارش افتاده احتمالاً برای خانم ها و آقایون، طبیعتاً خانم آقایون با هم ازدواج دیگه، پس انشالله که خوشبخت و عاقبت بخیر بشین. خب یه راه قانونی رو دارم براتون میدم. اگه به مشکلی خوردی یا مانعی توی مسیر قانونی براتون به وجود اومده، ان شاءالله که به زودی مانع مرتفع میشه. چون کنار کارهای مثبت و روشن دارم میبینم، اگه یه گیر یا مشکل قانونی داری، ان شاءالله که مشکل قانونیتون برطرف میشه به امید خدا. یه راه احساسی براتون دارم میبینم. پیرامون یه راه احساسی قدم گذاشتی، یه راه احساسی که هست میتونه ازدواج باشه، محرمیت باشه، خواستگاری باشه، یا حتی یک دوستی باشه. هر چه که هست راه احساسیه که میتونه منتهی به حتی ازدواج هم بشه. خب و برای آقای قدرتمند رو دارم میبینم، تو دل زندگیتون حضور داره. شخص قدرتمند، آقای تقریبا میانسال قدرتمندی که الان در دل زندگیتون حضور داره، میتونه این راه احساسی برای ایشون باشه که اصلا یه نیتشون ازدواجه. میتونه شخص قدرتمندی باشه که پدر شما باشه، بزرگتر شما باشه، شخص احساسی شما باشه، موافق شما کسی هستش، کسی که در رأس قرار داره، خود شما هستین، شخصیت قدرتمندی هستین که زندگی رو تحت شعاع قرار دادین، کارتون رو تحت تسلط شما هستش. هر اونجایی که هست آقای قدرتمندی که الان توی موقعیت کاری تو دل یک زندگی نقش پررنگی رو دارم میبینم حضورشون رو. خب یه بحثا بگو مگو تو زمینه کاریتون میتونه رخ بده. حواستون رو تن جمع بکنی. البته نگران نباشین، چیزی که من دارم میرم کنار کارهای دیگه دارم براتون میبینم که ممکنه یه بگو مگوی تو موی تو کاریتون براتون رخ بده، ولی حل و فصل میشه و انشالله که ختم به خیر میشه و تمام میشه. برای خانم های نازنین دارم میبینم قدم در مسیری میذارین یا قدم در مسیری میخواین بگذارین که ممکنه افراد باهاتون مخالفت بکنن یا باهاتون موافق نباشن. خانم های نازنین دارم براتون میبینم که موانعی که دارم میبینم مقطعی گذراست، نگران نباشین و یک راه و مسیر روشن رو هم دارین قدم میذارین. حالا در چه مسیری دارین قدم برمیدارین؟ قدمی که دارین برمیدارین پیرامون یک راه روشنه. در مسیری دارین قدم برمیدارین که براتون برد و موفقیت داره، کاریه، مالیه، احساسیه، شراکتی میخواین بکنی، در مسیر اجتماعی دارین قدم برمیدارین، یک موفقیتی که قدم در یک مسیر روشن میذاری و تو هم با موفقیت تحصیلی، سفر، مهاجرت، هر چه که هست، راه و مسیری که براتون دارم روشن و مثبت و تو هم با موفقیت میبینم و انشالله که جواب دخواهیتون هم گرفته باشین. خب میریم برای قهوهمون. لطفا نیت قهوهتون رو بکنین، انشالله که جوابتون تو اون قهوه مشخص بشه و راضی بشه به امید خدا. بفهم نیت کنین. لطفا انشالله که جواب قهوهتون رو میگیریم. نیت های مثبت، انرژی های مثبت، قطعا طبیعتا جواب های مثبت مثل ورقتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امیده تو، اول از همه براتون میگم انگشتر دارم براتون میبینم و پول یک ازدواج موفق دارم براتون میدم. شخص با شخصی ازدواج میکنی که از نظر مالی قدرتمنده یا توان مالی خوبی داره. هر آنچه که هست یک ازدواج شخصی که داری میاد خواستگاریتون، خواست خانم های نازنین یا آقایونی که یعنی قصد ازدواج دارین، شخصی هستین که یا پشتوانه قوی داری، این هم میتونه باشه. از نظر مالی کسی که پشت سر دارم ببینم، از نظر مالی یا خانواده ای داری که شما رو داره حمایت میکنه و ساپورت میکنه برای یک مسیر احساسی ازدواج، نامزدی، عقد، ازدواج، محرمیت، یا اینکه کلا خودتون شخصیتی هستین که از نظر مالی توانمند و قدرتمند هستین. خب به زودی پولی به دستتون میرسه، داس افتاده، نتیجه نسرنج خودتون رو دارم میبینم که میگیرین، پولی که از زحمت خودتونه، تلاش کردین جواب داری میگیرین، زحمت کشیدین مزدش رو داری میگیرین، چیز اضافه تر نیست. دست دسترنج زحمات خودتون انشالله که به زودی به دستتون میرسه. از این طرف آقایی رو در میاد که دستش رو دراز کرده پیرامون یه راه قانونی، پیرامون راه قانونی که برای راهی که روشن دارم ببینم بازه. آقایونی که قصه یا مسیر راه قانون و دادگاه رو پیش داریم، داریم قدم میگذاریم، براتون قدم و مسیر رو روشن دارم میرم، اشاره که جواب و نتیجه دلخواه نصیبتون شد. یا پیرامون یه راه قانونی داریم قدم برمیداریم، حالا این قانونی میتونه هر کاری باشه که کارتون به دادگاه و قانون هم بکشه، ولی نتیجه برای شما تهش مثبت افتاده. آقایی که به جا خوابیده دارن، البته خانمی که چهره خانمی رو دارم میبینم، آقایی به هم ریخته و کسل دارم میبینم، به هم ریخته فرزند داری، همسری نگران دارم بالای سر دارم میبینم، فرزندی هم که دارم میبینم به واسطه پشت کردن فرزند ناراحتی. خانمی که به هم ریختی، همسری که مواظب شما آقای تقریبا میانسال رو دارم میبینم، بالای سر خانمی که به هم ریخته، پوست قدری به هم ریخته، کدر تیره که از شدت ناراحتی، موی تیره، غمگین و ناراحت، ولی همسر مهربانی که داری بالای سرت، آقایی که تقریبا میانسال، حواسش بهت هست، ولی فرزندی که داری در زندگی تو ترک کرده یا بهت پشت کرده، شادم تو دل زندگی ولی از دست شما ناراحته، بهت پشت کرده، و مادری که به واسطه پشت کردن فرزندت یا قهر بودن فرزندت یا فاصله گرفتن فرزندت از شما خیلی به هم ریخته دارم میبینم، ولی مسیر و راهی که براتون باز و روشن دارم میبینم، یعنی ارتباطی که مجدد شکل میگیره، یا اگر قهرین یا فاصله بینتون افتاده، انشالله که به زودی این فاصله ها تمام میشه. به امید خدا. بریم برای ادامه دفعه. انشالله که تک تکتون جواب نیتاتون رو بگیریم و فقط هم جواباتون مثبت بشه و اخبار منفی هم هرگز براتون رخ نده. انشالله. خب ببینیم احساستون چه خبره. از این وقتی هیچ تصویری من نمیبینم، اما احساستون رو میخوام ببینم. چه خبره؟ های همدیگه رو دوست دارین؟ جواب بگیریم. بله یا خیر؟ بله که دوست دارین. چرا که دوست نداری؟ او چه مشکلی هم براتون پیش اومده؟ مواظب باشین. خب روح احساسیتون که هم دیگه رو دوست دارین و فوق العاده هم همدیگه رو دوست دارین، به همدیگه حس دارین، اصلا تو شک و شبهه به راه ندین، اصلا نذارین که کسی براتون بخواد میونتون رو به هم بزنه. اما توی دل زندگی دارم براتون میبینم صورت یک آقایی رو دارم میبینم که نشانی که نقد بینی درشتی دارید در به واسطه این رزق روزی، شاخه گندمی که برات افتاده، توی یک مسیری مشکل داری، راهی یک سفر میخوای بشی، یا به واسطه مشکلاتی که تو دل زندگی پیرامون گندم، رزق، روزی، مال، پول مشکل داری، دارم برات میبینم توی یک راهی مجبور میشه قدم بگذاری. اما این راهی که دارم برات میبینم راه مسیر منفی دارم برات میبینم، یعنی اینکه نه اینکه دنبال پول بری، زندگی به هم ریخته داری به واسطه مشکل مالی و راه و مسیری که کدر دارم برات میبینم، مثل یک جدایی که به خاطر مادیات باشه، جدایی که به خاطر مشکل مالی توی زندگیتون، بگو مگویی که به خاطر مشکل مالی و راهی که مسیر راه و قانون میشین، در مسیر راه قانون و دادگاه قدم میگذاری. فار قشنگی فار به اینه که هم خوب باشه و هم بد، هم منفی باشه و هم مثبت، همه رو نشون بده. قرار نیست فقط ازدواج باشه و نمیدونم اخبار خوش. این که فال پریه، این حداقل یک ساعت فاله، بعد خلاصش کنیم. خب اما ببینیم چه خبر هست.
خب اول از همه از این ور شروع میکنیم. لنگری که براتون دارم میبینم، زندگیتون به ثبات میرسه هرچه که هستش و آرامش رسیدن توی یک زندگی رو دارم میبینم. سخفی که زندگی که به ثبات میرسه پیرامون یک جدایی. جدایی که شکل میگیره زندگی پرتلاطم میدنه از یک زندگی که احساس ناخوشایندی داره. جدایی که رخ میده و زندگیتون آرامش میگیره. معنی آرامش رو با یک جدایی دارم براتون میبینم. خب یک چاقو براتون افتاده، جراحی دارین، عمله، میتونه این جراحی زیبایی بشه یا راه درمان باشه، در هر حالت مشکلی نیست، نگران نباشه، اینقدر چشمای نگران دارم، از این نگرانی بیاین بیرون. خب یه قلب خوشگل شخصی که از دلش داره میاد بیرون، کسی که داره میاد خواستگاری ازدواج، قصد ازدواج دارین، کسی تو دل زندگیتون دارین که قصد ازدواج داره، خودتون هستین قصد ازدواج دارین، برای دوستانی که قصد ازدواج دارن، شخصی که از توی قلب خوشگل داره سر در میاره بیرون، پس یه خواستگاری که به زودی در خونه رو به صدا در میاره. شخصی داره برای تو قدم برمیداره. پیرامون یک شراکت یا یک تجارت یا یک سرمایه گذاری که قرار با کسی انجام بدین. حواستون رو قدری جمع بکنین. جنبه احتیاط داره. مواظب باشین. با کی دارین شراکت میکنین؟ یا سهم یا وسط دارین میذارین؟ یا نمیدونم. هر آنچه هست سود میده. ولی یه قدری حواستون جانب احتیاط رو رعایت بکنید. تا براتون دارم میرم. مشکل داریم پیرامون یه راه احساسی. آقایی که الان بهتون پشت کرده توی رابطه احساسی. آقایی که پشت سرش رو دارم میرم. موهای پوی رو براشون میرم. هیکل درشتی. دست به کمرشه. خیلی عصبانی پشت بهتون کرده و فعلا از دایره زندگیتون رفته بیرون. آره هر چه که هست دقت کنید. مسیری که دارم میبینم با وجودی که الان ناراحت هست انگار چمدونشو بسته و رفته یا باهاتون بوده کنارتون زندگی میکرده، ولی هرچه که هستش محرمیتی که دوباره شکل میگیره، یعنی ارتباطی که دوباره شکل میگیره یا دوباره برگشت این آقا به محرم، این دفعه اگرم توی رابطه احساسی فقط یه دوستی هست، ولی وقتی برگرده با حلقه برمیگرده، یعنی برای نشون کردنتون برمیگرده. الان چیزی گفتین یا حرفی بینتون رد و بدل شده که باعث ناراحتی و آزرده خاطر شدنه آقاست، ولی برگشتش تو هم با حلقه و ازدواجه. خب از این طرف پیرامون کتاب، تحصیل یا دانشجو هستین یا توی ته آموزشی دارین فعالیت میکنین یا یک موفقیتی که تو این زمینه براتون دارم میرم. خانم آقایونی که نیتتون تحصیل یا ادامه تحصیل یا موفقیت تحصیلی رو دارم براتون میبینم، دو تا چشم منتظر کنار زندگیتون دارم میبینم. حالا خواهون دارین، کنار زندگیتون هستش، شخص احساسیتون هست، کسی که منتظر شما به سمت شرکت کنی، چشم انتظاره، دو تا چشم منتظر از یک دایره. حالا خانمی که قصد جدایی داره قراره با کسی ازدواج کنه، دختر خانمی که قراره بله رو بگه، یا خلافش میتونه باشه، میتونه برعکسش باشه. الان اینجا خانمی باشه که منتظر چشم انتظار حضور یک آقاست یا ارتباطی که با یه آقایی میخواد شکل بگیره، محرمیت، دوستی، ازدواج، دو تا چشم منتظر رو دارم براتون میبینم. خب از این طرف براتون خانمی رو دارم میبینم. دستاتو باز کردی، مشکلی که برات حل شده، پیرامون یه زنگ و یک تماس، پیراهن با شکوهی که به تن کردی، استقبال داری میکنی از شخصی، خبری به گوش دسته که بسیار شادت کرده. خانمای نازنین، خبری به گوش دسته، مشکلت حل شده، زنگ و تماسی که باعث خوشحالی شده. یه جفت شدن رو دارم براتون میبینم، اما این جفت شدن رو به واسطه یه مثلث عشقی میبینم، یعنی دو نفری که با همدیگه توی رابطه بودین که حالا هر دو متأهل بودین یا یکی از طرفین متأهل بوده، هر اونجا که هست الان جفت شدنتون رو دارم میبینم. الان با هم دیگه دارین محرمیتی که دل بینتون شکل میگیره و یک مسئله هم به زودی براتون روشن میشه، چیزی که براتون مبهم و گنگ بوده انشالله که به زودی براتون مشخص میشه به امید خود. چیزی که همیشه براتون مبهم بوده چرا؟ خب یه راه احساسی رو دارم براتون میگم که تون راه احساسی که براتون منتهی داره میشه به ازدواج. پیرامون یک راه احساسی که قدم گذاشتین، دوستی که به ازدواج داره تبدیل میشه یا عقد کرده بودین، حالا داریم بیرین خونه خودتون با امید خدا. خب آقایی رو دارم میبینم، چشمایی درشت تریش دارم، حالا یا میتونن چشمایی درشتی داشته باشن یا ایشون عینکی هستن، تعریش دارم براشون میدم. یه دیدار و ملاقاتی که با یه آقایی که سن و سالی ازش گذشته داره صحبت میکنه، رو در رو قرار گرفتین، آقایی که سن و سالی ازش گذشته رو در روتون قرار گرفته و قدری از دستتون عصبانی دارم ببینم.
حالا این میتونه تو زندگیتون باشه یا تو محیط. البته آقایی که تو آقای جوان رو تو خونه دارم میبینم، آقایی که از بیرون داره به زندگیتون ورود میکنه، مثل پدر و پسر، مثل برادر بزرگ و برادر کوچک، همچون حالت کوچکتر، جوان، آقای جوان، آقایی که سن و سالی ازشون گذشته، میان سال به بالا، رو در روی هم دیگه، آقای میان سالی که خیلی از دستتون راحته، اما خانمی که روی سر این پسر قرار گرفته، مثل مادری که نگران فرزند باشه، صورت کشیده و تقریبا پری میبینم، موی تیره، چشمای درشتی که نگرانه، بالای سر فرزنده، اتفاق پیش نمیاد یا بگو مگوی ختم به خیر میشه و تمام میشه. مادری که دفاع داره میکنه از فرزند. خب آقایی که به دل زندگیتون داره ورود میکنه، یک فرزند پشت سرش دارم ببینم. ازدواجی که آقایی که گذشته دار همراه یک فرزند به دل زندگیتون داره ورود میکنه، اما دارم برای ورود دارم مانع ببینم. ممکنه وارد میخوای بشی، میخوای بیای خواستگاری، ولی با افرادی مواجه بشی که باهات مخالفت بکنن. دایره رو مشکل تیره میبینم. افرادی که جمع هستن تو جمعی که شما به عنوان خواستگاری داری میرین، افرادی که ممکنه توش نم بیارن، مانع سر راه بذارن یا با یه مشکلاتی سر راهت به وجود بیاد، اما انشالله که راه برات باز میشه، راه احساسی که انشالله برات باز میشه به امید خدا. خلوصی که آوازخان دارم براتون میبینم، پس یک رونقی کسب و کاره انشالله که سال پر رزق و روزی و پر برکتی و از نظر کاری مالی خلوصی گردنشو درستون بشه ببینید. خروسی که داره براتون آواز میخونه، پس انشالله رونق کسب و کارتون، انشالله از نظر کاری وضعیت کاریتون اگه به هم ریخته سر و سامان میگیره به امید خدا. خب سقف روشنی که دارم میبینم، راهی میشین پیرامون یک سقف و بود مسافت شهر یا کشوری رو دارین طی میکنی، یا نقطه به نقطه محیط خونه تا کارتون با هم قدری فاصله داره، ولی هرچه هستش سقف روشن دارم براتون میرم، یعنی توی یک ورود به یک بازار کار روشن، سقف بسیار روشن. حتی اگر توی یک راه دیگه، یک سفر، یک شهر یا یک کشور، یا از نظر زمان و مکانی قدیم زمان بره خونه تا محل کار، ولی سقفی که داری بهش ورود میکنی سقف روشنی، ممکنه درآمد خیلی خوبی براتون داشته باشه. رو در رو قرار گرفتن دارم براتون ببینم. آقایی که داره راهی میشه، داره جایی داره میره، ولی خانمی که رو در رو قرار گرفته با غمگین و ناراحت، راه و روشن روشن دارم ببینم، یعنی کاتی و قهری نیست، به واسطه چیز، حالا سفری، راهی، کاری، هر چی که از تحصیل، آقایی که داره از خانم جوانی که داری فاصله میگیره، خانمی که پوست روشن، موهای خرمایی، به سمت روشن دارم براشون میبینم، رو در روی همدیگه قرار گرفتین، داری با همدیگه صحبت میکنین، و آقایی که قرار راهی یک سفر بشه، برگشت دوباره این آقا رو میبینم، راهی که داری میره برمیگرده، نگرانی و دلواپسی این خانم بیمورده. اگه دلواپس و ناراحتی داری میکنین بیمورده. بیچی خانمی که پوست روشن، موی تیره، کات شدن یه رابطه، جدایی که شکل میگیره، خودت داری زندگی تو قطع میکنی یا قطع شدن یک رابطه، یک دوستی، یک زندگی مشترک، قیچی افتاده، رابطه‌ای که از هم میپاشه، جدایی که رخ میده، یا اینکه دوستی که به هم میخوره، حالا یا به واسطه همین خانم پوست روشن، چشمای درشت، موهای قهوه‌ای یا تیره، یا اینکه شخصی داره زندگیتون از هم میپاشه، یا شخص شریک احساسیتون، این شخص احساسیتون، این هم میتونه معنی بده. اینجا رو براتون ببینید، چهره‌ای که دارم براتون میگم، شعله‌های آتش دارم براتون میگم، حواستون رو جمع بکنید، در چه مسیری دارین قدم برمی‌دارین، یکم رو احتیاط بکنید، شعله‌های آتش ممکنه تو مسیری قدم بردارین که تو انواع خطر باشه، جانب احتیاط رو رعایت بکنید. خطری که روشن دارم ببینم، یعنی اتفاق بدی براتون خدا رو شکر رخ نخواهد داد، ولی داره بهتون هشدار میده، شعله‌های آتش در مسیری، شخص آقا یا خانمی که چشم درشتی داری، داری تو مسیری میخوای قدم برداری که تو هم با خطر، قدری احتیاط داره بهت هشدار میده، مواظب باش. خب خانمی که تو دل زندگی، خانمی جوانی که چشماتو بستی، اصلا انگار میخوای به هیچ کی توجه نکنه، آقایی هم که از دست ناراحت و دلخور پیرامون یه راه احساسی ازدواج، خانمی که خیلی فخر داری، خیلی مغروری، خانمی جوان چشماتو بستی، خواهون زیاد داری، اصلا به هیچ کی توجه نمی‌کنی، اما ازدواج که رخ میده، از دل زندگیت میری بیرون، زنگوله روشنی که دارم برات می‌بینم، با شخصی هم که ازدواج می‌کنی، شخصی که به زندگیت ورود کرده، آقای جوانی که دارم برات می‌بینم،
یه چشمای درشتی داره، موهای تیره، به دل زندگی داره ورود میکنه. بالاخره بله رو میگی با یکی از این خواهونه ازدواج. خواهان زیاد داری، خیلی ها رو رنجوندی، خیلی ها رو بهشون پشت کردی، خیلی چهره مغروری دارم برات میبینم. خانمی که چشمای درشتی داری، مژه‌های بلند، چشمات هم بستی و به هیچ که نگاه نمی‌کنی، ولی یک نفر تو دل زندگیت ورود می‌کنه، ازدواج. زنگوله‌ای که به صدا در میاد، دایره زندگیتو ترک می‌کنی. انشالله که همچنان خانمای مغروری اصلا تو جنب ما حضور ندارن. خب چشمای درشتی خرچنگو ببینی، پس مواظب باشی، جانب احتیاط رو داره بهتون میگه رعایت بکنی. خرچنگ میخواد تو چنگال خودش کسی شما رو بگیره، پس مواظب باشین تو چنگ کسی نیفتین. خرچنگی که دارم میبینم، کدر دارم میبینم، این به دام افتادن خوب نیست. یعنی یه خواهان نیست که بگم خواهانی دارین داریم میفتین تو دام یه خواهان، نه، دارم میگم کسی که ممکنه دشمنی باهاتون داشته باشه، پس آسیب رسوندن به شما رو داشته باشه، پس مواظب باشین که تو دام کسی نیفتین. خب خدا رو شکر که موشی هم از دل زندگیتون داره میره بیرون. موشی که ببینید، موشی که از زندگیتون فاصله داره میگیره، قصدش هم جدایی بوده یا اینکه رابطتون رو به هم بزنه، جواب نگرفته و بی‌نتیجه داره از رابطتون یا زندگیتون داره فاصله میگیره. مهر می‌خواسته بخوره. کسی که هدفش به هم زدن یک رابطه بوده، حالا چه زندگی مشترک چه دوستی، بی‌نتیجه سرش انداخته، پایین رو داره از زندگیتون میره بیرون. کسی که میاد تو زندگیتون، تو رابطتون سرک می‌کشه و نیتش بد بوده، فاصله داره ازتون میگیره، نتیجه نگرفته، بی جواب داره برمیگرد. و خب سقف خوشگلی که براتون دارم میبینم، راهی یک سقف روشن داری میشه، ورود به یک سقف دارم براتون میبینم. حالا این سقف، سقف خونتون میتونه باشه یا سقف کاریتون هست، هر جای هستش. فضای بزرگی رو دارم براتون میبینم، یا یه خونه بزرگی هستش، یا تو یک بازار کار فضای کاری خیلی بزرگی هستش که داریم وارد میشه. در هر حالت براتون روشن و موفق دارم میبینم. خب پرواز دارم براتون میگم، مهاجرت داریم میکنیم، پرواز، سفر، یا یه سفر راه دور در پیش داریم یا مهاجرت میخواییم بکنیم. در هر حالت دارم براتون پروازی که روشن دارم ببینم، دایره زندگیتون رو ترک میکنیم. حالا از هر بابی که داریم میریم، پروازی که میتونه برای مهاجرت، تحصیل و جفت هم داریم میریم، یا میریم توی یک سفر جفت میشیم، یعنی توی یک کشور دیگه مهاجرت که داریم میکنیم، ازدواجی توی اونجا براتون رخ میده، چون یا اینکه با دریم میرین برای اینکه ازدواج اونجا رخ بده، یا کسی اونجا چشم انتظاره برای ازدواج، برای اینکه با همدیگه جفت بشین، محرمیتی شکل بگیره. خانمی که پوست روشن، موهای قهوه‌ای، خرمایی، تقریبا قهوه‌ای رنگ دارم، خرمایی میبینم، چشم انتظار پرواز، کسی که از یک کشور به یک کشور داره میره و نیتش هم حالا هر چه هستش ازدواجی هم رخ میده، کسی اونجا چشم انتظارتونه برای ازدواج. خب خانمی که داری به زندگی ورود میکنه، خانمی که گذشته دار هستی، از نظر مالی قدری تو مضیقه مالی دارم برات میبینم، پوست روشن، غمگین و ناراحت دارم میبینم، بدون گذشته داری به کیسه تنگیر برات دارم میبینم، ورود به یک زندگی رو دارم براتون میبینم. ببینید روبروتون چقدر زیبا نقش بسته، دونه جون خانم آقایون بزرگ و ولی که چهره گاو افتاده، گاوی که ماده، یعنی رزق روزی، وارد میشی به یک زندگی که توش پر از روزیه، یا خود یه آدم خوش روزی هستی که قدم خانم گذشت شده، ورود به یک زندگی میکنی که خودت رزق روزی تو با خودت میاری، وارد میشی، یا با یک شخصی ازدواج میکنی که آدم خیلی خوش روزیه، شخص قدرتمندیه، یا کسیه که دست به هر کاری میزنه براش برکت داره، رزق روزی داره، خوش روزی. انشالله که خوشبخت و عاقبت بخیر بشه. خب چند تا تیکه زیر دست روشن روشن، چند تا تیکه پول دارم براتون میبینم که به دستتون میرسه، تیکه تیکه تیکه، یا طی چند مرحله پولهایی که به دستتون انشالله میرسه. خب یه مراسمی هم در پیش داری، مراسمی که یه تکنگین دارم براتون میبینم، محرم شدن رو دارم براتون میبینم، محرمیتی که شکل میگیره، مثل نشون کردن، مثل اینکه فعلا یه محرمیتی شکل میگیره تا بعدا وضعیتتون مشخص بشه. یه نشون، یه انگشتر دارم میبینم. خب یه مثلث رزق و روزیه، مثل نون افتاده، نونی که براتون دارم میبینم. ببینید بالای سرش یه هواپیما افتاده، شخصی از راه دور یا از یه کشور دیگه شما رو از نظر مالی حمایت میکنه، این هم میتونه معنی بده. کسی که انگار راه دوره، حالا اعضای خانواده‌اش رو
داره تأمین مالی میکنه، حمایت مالی میکنه، کمک مالی میکنه از یه کشور دیگه، از یه جای دیگه، توی جای دیگه ای که با هواپیما افتاده، یا شخصی که شما را مورد حمایت مالی قرار میده و در کشور دیگه است، انشالله که دیداری تازه میکنی داره میاد پیشتون. شراکت کاری و شراکت مالی، خانم و آقایی که با هم دیگه یا دارین شراکت ازدواجیه، با هم دیگه شراکت ازدواج یا شراکت کاری، خانم و آقا رو در یک خانم یک آقا رو در روی هم دیگه بینتون مانه دارم میبینم، یا اینکه بینتون کدورتی الان بین دو نفری که با هم شریکی تو زندگیتون یا تو کارتون الان بینتون انگار یه بگومگوی رخ داد یا بینتون یه مشکلی به وجود اومده، در حال حاضر دارم براتون میبینم، ولی راهی که براتون به واسطه شخصی آقایی رو دارم میبینم که حالا یا متأهلن یا یه خانم پشتشون هستش، خانمی که موهای تیره داره، یا متأهلن یا حالا یا دوستشون هست این خانم، آقایی که تقریبا میان سال ورود میکنه و این رابطه به هم نمیخوره یا این شراکت از هم نمیپاشه، نگران نباشه، با وساطت یک آقا یا خانمی پشتشه. خب یه مریض احوال، شخصی رو مریض احوال دارم میبینم، به جا خوابیده دارم میبینم، انشالله که بلا ازتون دور باشه، ولی هرچه که هست یه مدت تایمی رو باید به جا بخوابین. خانم یا آقایی که شاید فکر خیلی به هم ریخته‌ای دارین، سرتون خیلی تیره است دارم میبینم، شاید فکر به هم ریخته‌ای دارین، به هر حال کسالتی که مدتی ممکنه به خاطر همین فکر به هم ریخته یا افکار پریشانی که دارین مدتی ممکنه به جا بخوابین. منفی نیستا، مثبت بلند میشین، فعلا ذهنتون خیلی درگیره، ممکنه به واسطه اینکه به هم ریختگی که ذهنتون داره قدری به جا بخوابید. حالا اینکه به جا خوابیدن میتونه نباشه، یا به هم ریختگی فکرتون داره میگه که حتی وقتی دراز کشیدین فکرتون خیلی مشغوله، یعنی خواب رو ازتون گرفته. خب یه خرید یه وسیله نقلیه روشن رو دارم براتون میبینم، یا تعویض دارین میکنین یا دارین خرید میکنین، مبارکتون باشه انشالله. ولی پولی که دارم براتون میبینم دو سه تا تیکه پولی که به دستتون میرسه تا بتونین یه ماشین رو تهیه بکنین، تا دارین ماشین تعویض میکنین، رنگ روشن تهیه میکنین و ببینین سه تا تیکه پول، دو یا سه تا تیکه پول به دستتون میرسه برای تعویض این، انگار کمکتون بکنن، حمایتتون بکنن، یا از جایی دارین قرض میگیرین یا از جایی دارین وام میگیرین، از هر طریقی که هست از سه جا دو یا سه جا یعنی این پول به دستتون میرسه برای خرید این ماشین یا تعویض این ماشین بهتر. خب مارمولک رو شما خودتون ببینید، یه مارمولک سفید تو دل زندگی که داره خیانت میکنه، تو دل زندگی یکی از اعضای خانواده داره خیانت میکنه، خانم، آقا یا یکی از اعضای خانواده داره خیانت میکنه، حالا میتونه توی رابطه دوستیتون باشه، میتونه تو محیط کارتون کسی داره بهتون خیانت میکنه، ولی من این دل زندگیتون دارم میبینم، تو دل زندگی خانم یا آقا یا یکی از اعضای خانواده داره خیانتی انجام میده. حالا خیانت در هر زمینه میتونه باشه ها، هر زمینه، چه مالی باشه، چه احساسی باشه، چه کاری باشه، تو یه موردی داره بهتون خیانت میکنه یکی از اعضا. خب تو یک کوهی از مشکلات رو دارم براتون میبینم، ولی به واسطه شخصی که مشکلی برطرف میشه، مشکل شما، کوهی از مشکلی که جلو پاتون دارم میبینم، ولی به واسطه یک نفر مشکل شما حل میشه. حالا این دیدار و ملاقات با شخصی که مشکل شما رو داره حل میکنه، یا شخصی که مداخله میکنه برای اینکه مشکل شما رو حل بکنه، کوهی از مشکلاتی که جلو پاتون هستش. حالا این مشکلات پیرامونی سقف هستش، حالا این سقف سقف کاریتون درگیری یه سری مشکلات هستین، کسی داره مداخله میکنه مشکل شما رو حل بکنه، یا اینکه توی خونتون درگیری یه سری مسائل و مشکلات هستین که شخصی با درمیونی میکنه مشکل شما رو حل میکنه. آقایی رو غمگین دارم میبینم، پوست روشن، موی تیره، به حالتی که ببینین انگار زانوی غم به بغل زده و بالای سر یه جایی که حالا کدر دارم ببینم نشسته، به حالت سوب و ناراحتی دارم ببینم نشسته، عزیزی رو از دست داده و بالای سر مزار. حالا درست نیست رو همچنین روزی براتون میگم، ولی تمنا میکنم خورده نگیریم، توی فاله هم ازدواج داره هم همه چی میافته. آقایی رو دارم ببینم که پوست روشن، موی تیره، دستای سفید، سیاه بتن، روی حالتی مثل این که مثل
آخر سال میرین سر دیدار با عزیزاتون، دارین عید بهشون تبریک بگین، شاید همچه مراسمیه، شاید دیدار و ملاقات با عزیز از دست دادشون داره میکنه. میشه که روح همه رفتگان خاک شاد باشه انشالله. قشنگی و جذابیت فال به این نیست که فقط از اول تا آخر در مورد قشنگیش بگیم، واقعیت ها باید گفته بشه. خب یه راه دارم براتون ببینم. ببینید مثل یه گیره‌ای که اول کار براتون افتاده، یه گیره‌ای رو باز میکنی، راه براتون باز میشه. یه گیر داره، وارد یه مسیری داری میشی، یه کاری میخواییم بکنی، اولش یه گیر دارم براتون ببینم. ورود به یک کار یا ورود به یک مسیری که داریم وارد میخواییم بشین، ابتدا به ساکن با یه مشکل برخورد میکنیم. گیری که برطرف میشه، گیری که باز میشه و راهی که براتون باز میشه، دیگه هموار میشه. مسئله که دیگه براتون راه میفتی رو غلطک، دیگه راه رو با راه باز و مسیری که براتون دارم روشن میبینم. یه مانعی کوچولو اول کار داریم. خب و خب یه شماره تماس 0، البته 2 تا 0 پس از یک کشور دیگه، از یک کدی که 2 تا 0 و حالا 2 یا 3، 2 یا 3 و 2 تا 0 و یا 2 یا 3 شروع میشه. خبری به گوشتون میرسه که شادتون میکنه، خبری که حالا هرچه که هست شادی براتون میاره، یه خبر خوشحالی دارم براتون میبینم، خوششانسی براتون میاره، یا یه خبری که نشان یک اتفاق قشنگیه که براتون رو خواهد داد، یا خبری که به گوشتون میرسه که انگار منتظری همچنان خبر از راه دور هستی، از یک کشور دیگه. 2 تا 0، 2 یا 3، 3 باید بشه، سرکش داره 3. خب 4 دیواری که داری خرید میکنی به براتون سود داره، زمین، ملک، خونه است. چه 4 دیواریه که اینقدر براتون نفع داره، پول داره، سود داره؟ 4 دیواری که از خریدشه، از فروششه، پول داره به دستتون میرسه. یا از یک 4 دیواری شما سهمی دارین که داره مالی به دستتون میرسه، یا دارین 4 دیواری رو میفروشین پولی به دستتون داره میرسه. هرچه که هست مالی داره به دستتون از یک 4 دیواری میرسه. حالا زمین حصار کشیده است، ملک، مغازه است، نفع داره، سود داره براتون، پول به دستتون میرسه. وسط این سیاهی رو نگاه کنید، کلیدی که دارم براتون میبینم، پس گشایشی که براتون در نهایت ناامیدی رو خواهد داد. پس نگران نباشید، قطع امید نکنید، نگین نمیشه، نگین اتفاق نمیفته، قطعا اتفاق میفته. و یه فرزند کوچولو طفلی که داره به زندگیتون ورود میکنه، نیتتون بارداریه، فرزندی که به زندگیتون داره میاد، نوه‌دار داری میشین، صاحب اولاد داری میشین، هر چه که هست طفلی که به زندگیتون داره ورود میکنه. انشالله که قدمش براتون خیر باشه و قطعا همینطوره، مطمئنن فرزندی که بیاد خودش با خودش روزیشو میاره. خب آقای میانسالی که باعث عصبانیت و ناراحتی شما داره میشه، داره دایره زندگی شما رو ترک میکنی، آقای میانسالی که دارم میبینم زیر صفحه که دائما بگو مگو دارم میرم، یا کلن دارن میرن، یا اینکه مقطعی بهتون پشت کردن دارن میرن، ولی برمیگرده رازگاهی به پشتش هم نگاه میکنه. حالا ببینی خانمی که دو تا چشم گرد، موی روشن، خرمایی روشن دارم برات میرم، آقایی که زیر سقفی که با هم دیگه مشکل دارین، در زایره زندگی رو ترک میکنه و میره بیرون، ولی هر از گاهی نیم نگاهی به عقب میکنه، چیزی ایشون رو ربط میده به زندگی، فرزند، یا اینکه نه اصلا کلا همچنان دلش میشه شما هست، مقطعی داره قهر کرده و داره میره. زیر سقفی که مشکل داره، پس محرمیته. و یه زنگوله شادی دارم براتون میبینم، یا ازدواجه، یا یک خبری که فوق العاده شما رو شاد میکنه. انشالله اگه منتظر یک خبر هستیم به زودی به گوشتون میرسه که فوق العاده شادتون میکنه. و دیگه نمیبینم، دیگه چیزی نمیبینم. و خب به آرامش رسیدن یه آقایی رو دارم میبینم، آقای جوانی که ببینید چه جور لم داده، البته که آقای جوانی جفت شدنه، آقا و خانومی که دارم میبینم، ببینید چقدر سری خانوم پوست روشن بویه تیره، آقای جوان جفت شدنشون هستش. یه را ببینید به همدیگه وصل شدی و آرامش به آرامش رسیدین، یک ازدواج موفق، یک به آرامش رسیدن یک خانم آقایی و جوان دارم میبینم، و هم وصل سری خانم سری آقا وصلی به هم دیگه، یک ازدواج موفق رو دارم براتون میبینم.
خوشبخت و عاقبت به خیر باشه. انشالله همیشه زندگی ها همینطور آروم باشه و اینجور فکرها ببینید چهره فکری که انقدر پریشونه. انشالله که هیچ وقت همچین فکر پریشانی کسی نداشته باشه. انشالله که خلاصی و رهایی از این افکار پریشون، فکر پریشون باشه. خب این انگشت من خورد و یه روزنه روشنی هم توش ایجاد شد. انشالله که فکرتون باز میشه، ذهنتون خلاق میشه، راه رو پیدا میکنی چجوری از این مخمسه یا از این مشکلی که براتون به وجود اومده بیاین بیرون. اگه دقت کنی مثل قلب برام بس، یعنی نقش قلب افتاد با همین ضربه‌ای که خورد. انشالله که یه راه چاره خوبی پیدا میکنی که شما رو شاد میکنه به امید خدا. همه اینا یه نشان است. خب بارزی بهترین ها برای شما نازنین، بارزی این که انشالله اتفاقات خوبش براتون رخ بده و اتفاقات منفیش هرگز براتون رخ نده. باهاتون خدافظی میکنم و باز هم سال نو رو خدمتتون تبریک میگم. بارزی بهترین ها برای شما عزیزان. سالی پربار، پربرکت، پر روزی برای تک تکتون و پر از اتفاقات قشنگ و خوبی که شما منتظرش هستین براتون انشالله رخ بده. خدا نگهدار. خدا کرده آرزو.